سرانجام سرنوشت علاگل مجاهد معلوم شد. افغان‌ها با امید خروج از کشور مقابل سفارت ایران در کابل تجمع کردند. آمریکا شکست خود در جنگ افغانستان را پذیرفت. تفنگداران ناشناس یک دکتر و 6 عضو خانواده‌اش را در بغلان به قتل رساندند. طالبان در هرات یک مرد جوان را از چنگ ربایندگان آزاد کردند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. طالبان برای رسیدگی به بحران اقتصادی کمیسیون تعیین کردند. همزمان با افزایش شدید فقر و بیکاری در کشور، طالبان از تعیین یک کمیسیون برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور خبر دادند. عبدالسلام عنفی معاون رئیس دولت طالبان امروز پنجشنبه 8 میزان در یک نشست خبری گفت که طالبان به منظور بهبود امور اقتصادی، فعالیت برخی از گمرک‌ها به طور 24 ساعته، گسترش فعالیت بانک‌های خصوصی و کنترل نرخ مواد اولیه و پرداخت معاشات کارمندان دولتی، پلان‌های جامع و وسیع را روی دست دارند. او گفته است که طالبان متحد هستند که کشور را از وضعیت بحرانی اقتصادی نجات دهند. با گفته آقای عنفی، در این راستا یک کمیسیون نیز ایجاد شده است. عنفی گفت که کمیسیون یاد شده تصمیم گرفته تا جهت کنترل قیمت‌های مواد اولیه در زمستان پیشرو انتقال پول از طریق حواله ارزی یا TTT صورت گیرد و سهولت‌های لازم در این زمینه ایجاد شود. در پی سقوط دولت پیشین، افغانستان با بحران شدید اقتصادی و بیکاری مواجه شده است. در این حال مقام‌های محلی طالبان در هرات می‌گویند یک مرد جوان از چنگ ربایندگان نجات یافته است. طبق خبرنامه دفتر والی هرات، فرد ربوده شده در ولسوالی کشک ربات سنگین ولایت توسط نیروهای طالبان آزاد شده است. از فرد ربوده شده حامد یاد و گفته شده او 3 روز پیش از منطقه مچغندک ولسوالی کرخ ربوده شده بود. گفته شده است که آدم ربایان موفق به فرار شدند. آدم ربایی از چالش‌های جدی امنیتی در هرات است. طالبان در آغاز هفته جاری اجساد 4 مرد متهم به آدم ربایی را در شهر هرات در ملاء عام به دار آویختند. این اقدام واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت، اما طالبان می‌گویند برای عبرت دیگران دست به چنین کاری زدند. منابع صحی در ولایت بغلان تایید می‌کنند که یک دکتر و 6 عضو خانواده‌اش در ولسوالی پل حصار این ولایت توسط تفنگداران ناشناس کشته شدند. به گزارش سپادنیک، این منبع که نخواست نامش در خبر ذکر شود، به روزنامه اطلاعات روز گفت که این رویداد شب گذشته 4 شنبه 7 میزان در روستای دیک ولسوالی پل حصار اندراب بغلان رخ داده است. او از این دکتر به نام ظهیرالدین اندرابی نام برد و گفت که او در یکی از شفاخانه های خصوصی در این ولسوالی کار میکرد. و گفته منبع، افراد مسلح در تاریکی شب وارد خانه این دکتر شده و بر اعضای خانواده او تیراندازی کردند. او جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد، اما گزارش شده است که کشته شدگان شامل خود ظهیرالدین اندرابی، همسر، 4 فرزند و 2 مادرشند. همچنین در این رویداد 3 عضو دیگر این خانواده زخمی شدند. آژانس خبری باختر و نقل از مسئولان گروه طالبان در پل حصار گزارش کرده است که در این رویداد ظهیرالدین اندرابی و 3 عضو خانوادهش کشته و 4 عضو دیگر خانواده او زخمی شدند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا اعتراف کرد که آمریکا در جنگ افغانستان شکست خورده است. با گزارش سپوتنیک، مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز چهارشنبه در جریان ادای شهادت در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان کنگره گفت که این جنگ یک شکست استراتژیک برای آمریکا بود، اما با این شکست را تا 20 روز گذشته و یا 20 ماه گذشته متحمل شدیم. علاوه بر این، یک سری تصمیمات استراتژیک بعد منجر به این نتیجه شد. این فرمانده آمریکایی یادآور شد که نیروهای آمریکایی توانستند با القاعده
مقابله کنند، اما آنها نتوانستند از به قدرت رسیدن گروه طالبان جلوگیری کنند. وی تاکید کرد که برای همه ما روشن است که جنگ در افغانستان آنطور که ما میخواستیم به پایان نرسید. طالبان در کابل به قدرت رسیدند. پیش از این جنرال میلی تجدید حیات القاعده در 3 سال آینده را ممکن دانسته بود. لوید آستن وزیر دفاع نیز نظر مشابه دارد، اما در عین حال خاطر نشان کرد که در حال حاضر فعالیت این سازمان به شدت کاهش یافته است. افغان‌ها با امید خروج از کشور مقابل سفارت ایران در کابل تجمع کردند. شهروندان افغانستان ساعت‌ها در قسمت قنسولی سفارت ایران در کابل با امید دریافت ویزا و خروج از کشور صف بستند. با گزارش اسپوتنیک، افغان‌هایی که بودجه لازم برای خرید تکت طیاره را دارند در صدد اخذ ویزا هستند. سفارت ایران یکی از معدود سفارتخانه‌هایی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهد. یکی از کارمندان سابق کانال تلویزیونی دولتی افغانستان به اسپوتنیک گفت 3 ماه پیش به من پیشنهاد دادند که مدارکم را به عنوان پناهنده به کانادا آماده کنم و آن زمان من امتناع کردم، زیرا امیدوار بودم که به کار روزنامه‌نگاری ادامه دهم و برای کشورم مفید باشم و اکنون همه امیدهایم از بین رفته است و من امیدوارم که بتوانم برای ادامه زندگی افغانستان را ترک کنم. طیاره ایرانی ماهان ایر به پروازهای چارتر خود از تهران به کابل و بلکس ادامه می دهد. تا به امروز علی رغم اظهارات مقامات جدید افغانستان در مورد باز بودن میدان هوایی بین المللی، هیچ شرکت هوایی بین المللی پروازهای منظم خود را به کابل از سر نگرفته است. و در پایان، علاگل مجاهد پس از چند ساعت بازداشت از سوی طالبان آزاد شد. تصاویری که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌داد که آقای مجاهد در حالی که از سوی نیروهای طالبان در محاصره فیزیکی قرار دارد، با دستان بسته توسط یک رنجر پلیس در حال انتقال است. به گفته منابع طالبان، از شب گذشته در تلاش بازداشت آقای مجاهد بودند، اما موفق به آن نشدند. سرانجام با مراجعه بار دوم بامداد امروز موفق می‌شوند تا او را بازداشت کنند. منابع نزدیک به خامه پرس تایید کرده است که آقای مجاهد پس از چند ساعت بازداشت از سوی طالبان رها شده و در حال حاضر در خانه‌اش برگشته است. در این حال ابو مسلم شیرزاد با نشری از ویدیوی علاگل مجاهد این چنین نگاشته است. علاگل مجاهد میگوید بین ما و طالبان سوی تفاهم شده بود. طالب برادر من است. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار. کامگار و سرفراز باشید.